سلام به شما عزیزای دل که دوباره همراه کانال خودتون هستید. مهرداد پس من مهرداد هستم. امروز میخواییم با همدیگه یه غذای گیاهی خیلی باحال درست بکنیم. ویجیتریان های کانال جا نمونن، بقیه هم مطمئنم عاشقش میشن. کوکو کدو با من همراه باش. خب دوستانی که طرفدار غذای گیاهی هم هستن حتما به پلیلیست سر بزنن، کلی غذای گیاهی هم اونجا آموزش دادم، غذای بدون گوشت فوق العاده با رسیپی هایی که خیلی پرطرفدارن. کانال هم حتما حمایت کنید، لایک و سابسکرایب ها فراموش نشه. ویدیو هم بچه ها اگه اول تا آخرشو کامل ببینید خیلی به من کمک میکنید، اینو از من دریغ نکنید. بریم سراغ مواد اولیه کوکو کدوی سبز. اینجا من کدو سبزایی رو دارم که پوستشونو کندم به همراه نمک و روغن، آرد، این آرد گندم، آرد سفید، به همراه فلفل سیاه، 3 تا تخم مرغ، کره، به همراه زردچوبه و یه حبه سیری که رندشون کردم. یه چیز دیگه هم بگم بچه، ما یه کانال دیگه هم داریم، کانال دکتر نازیتا که واسه همسرم هستش و اونجا براتون ویدیوهای مربوط به روح و روان و جسم میذاره، تخصص خودشه دیگه، میتونید برید استفاده بکنید. حرکات اصلاحی واسه کمردرد، شونه درد، نمیدونم زانو درد، خیلی با زبون خودمونی و عامیانه، نه از حرفای قلمبه سلمبه که این دکترها میزنن. لینکشو میذارم همین زیر بالای دیسکریپشن، بزنید روش، برید سابسکرایب بکنید و حمایت بکنید، حتما مطمئنم که به دردتون میخوره. بریم سراغ کار خودمون. اول از هر چیزی کدوها رو با این رنده نها کنید، این سایز رنده میکنیم. بچه این کدوها رو بریزید توی ظرف اینجوری، توی یه حالت صافی با دست آروم فشارش بدید، تقریبا نصف آبشو بگیرید. من برم آبشو بگیرم بیام. حالا کدوهامونو داخل روغن قشنگ تفتش بدید، یه خوردم بهش نمک بزنید بچه، این رنگش بیشتر حفظ بشه. بذارید قشنگ برای خودش سرخ بشه. خیلی بچه ها کوکوه باحالیه، حتما درستش بکنید. نگاه کنید این کدومون دیگه آماده است، همینی که تفت بخور و آبش کشیده بشه آماده است. الان باید بذاریمش تا این خنک بشه، به دمای محیط برسه تا بریم ادامه کار موادمون رو باهاش قاطی بکنیم. بریزید توی ظرف، فقط بذارید خنک بشه. حالا الان ادویه هامون رو به کدومون اضافه میکنیم، فلفل سیاه، زردچوبه، سیر رنده شده، آردم قشنگ بپاشید از بالا که یه جا گوله نشه. خب اینم از آردش. اینا رو با هم دیگه یه مخلوط میکنیم، تخم و مرغامون هم بهش اضافه میکنیم. برای این حجم کدویی هم که من دارم دوتا تخم و مرغ کافیه، سه تا دیگه خیلی زیاد میشه. خب قشنگ اینو مخلوطش بکنید. کره رو گذاشتم آب شد، حالا این مایه کدومون رو قشنگ میریزیم داخل ظرف. خب قشنگ بذارید تو کل ظرفتون پهن بشه. این تو این کره که میپزه اصلا یه چیز نگم براتون میشه. خب درش هم بذارید، وقتی قشنگ باز کردید سعی کنید تمام قسمت ها هم زخامتش یکی باشه.
یه طرفشو میذاریم قشنگ میگیره خودشو، بعد اون یکی طرفشو میذاریم. خب کوکومون دیگه این دورش یه خورده رنگش عوض شد، وقتشه که برش گردونیم. یه بشقاب صاف بردارید یا یه سینی بذارید در مایتابه، خیلی راحت برش کرده. اگه میخواید یه تیکه کار انجام بدید، اگه نه که میتونید وسط نصفش کنید و برش گردونید. نگاه کنید این میاد اینجا، فقط خیلی حواستون به بخارش باش. خب اینم خیلی راحت خلش میدیم میره کف ظرف. دیگه درشو نمیخواد بذارید، این برش هم که به پزه کوکومون آماده است. خب اینم از کوکو کدو سبز ما که فوق‌العاده است. من یه خوردم این بشقابشو خوشگل مشکلش بکنم. بچه چون تو کره میپزیمش خیلی خوشمزه است، یه عطر و طعم باحالی داره. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. یه غذای نسبتاً سالم گیاهیه، حتما درستش بکنید واسه خودتون و خانوادتون حالشو ببرید با نون تازه، مخصوصا اگه بربری باشه که دیگه نگم براتون، عالی میشه. کانال رو حتما لایک و سابسکرایب بکنید، ویدیوها رو فول واچ کنید، بذارید ویدیو اول تا آخرش پلی بشه. این کار خیلی به من کمک میکنه. مثل همیشه یادتون نره که جاتون اینجاست و تا ابد دوستتون دارم. تا درودی دیگه، بدرود.